اشتوتس والقبل بيستدومي ايوني سول ازور نوسا دو چلوياك گرماني فاشيستي با اتيود شوروي حمله کرد و جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت. این جنگ ماه مای سال 1945 با شکست کامل گرمانی فاشیستی از جانب اتحاد شوروی، امریکا، بریتانیا و دیگر اتفاقیان آنها انجام یافت. بخشیده به سالگرد 80 جنگ بزرگ وطنی با تشبس وزارت کارهای خارجی بلاروس، رهبران اداره های دیپلماتی کشورهای اسنگ هر کدام شعرهای شاعران کشورهای خود درباره این جنگ پرقربانی را قرائت کردند. در این تشبس وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین موریدی نیز اشتراک کرد. شعر مشهور شاعر جنگاور تاجیک حبیب یوسفی وقت آن است ای قلم را قرائت کرد. وقت آن است ای قلم بورنده‌تر گردی زی تیغ، وقت آن است ای سخن بورنده‌تر گردی زی برق، تا به دشمن حمله آورم ریشه‌اش بوری زی بید، تارسی منحوس انچر را کنی بیشاخ و بر، یک جهان عشقی وطن دارد دلی خلقی عظیم، تا وطن را دوست دارد دوست دارد تا ابد، صد جهان نفرت هم از بحری رزیلان فاشیزم، تا فاشیستان را کند با نفرتش گور عاقبت، چون وطن مردانه در جنگ آمده است امروز، من این وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر. خود حبیب یوسفی نیز داوطلبانه به جنگ بزرگ وطنی رفت و 22 فوریه سال 1945 وقت تو غلبه بر فاشیسم کمتر از 3 ماه دیگر مانده بود در نزد ورشو جان باخت. شاعر جوانمرگ تاجیک آن وقت همگی 29 سال داشت. در جنگ بزرگ وطنی حدود 300 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان یعنی قریب 3/1 اهالی آن وقت جمهوری اشتراک کرد. 90 هزار آنها در جنگ کشته شدند.